خب وقتی ایرانیان با زندگی حضرت علی آشنا میشن یا میشنون، وقتی حضرت علی به حکومت میرسن میگن فلا تکفو ان مقالت به حق و مشورت بعد، مبادا دست از انتقاد از من بردارید، مبادا این که با من شورا نکنید، فانی لست و فی نفسی به فوق ان اخته، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، یعنی منم در معرض خطا هستم مگر اینکه خدا من حفظ کنه. اینا متعجب میشن، آخه چطور ممکنه که یه کسی وقتی به حکومت میرسه نه تنها اجازه بده به مردم انتقاد کنن، به مردم داره میگه مبادا پاتون رو کنار بکشین، به من انتقاد نکنید، منم مثل بقیه در معرض خطا. میگه فلا تظنوا بی استثقالا فی حقا یقال لی، مبادا فکر کنید که اگه به من انتقاد کنید به نظر من دشمن میاد، دشوار خواهد آمد. یا یه جا میگه فلا تتکلمو به ما یتکلمو به الجواب جوابره، با من اونطوری که با جباران روزگار صحبت میکنن صحبت نکنید، از من هیچ وقت تجلیل نکنید، منو توصیف نکنید. میگه که خب بعضیا دوست دارن کسانی که خدماتی به ملت کردن، سردارهای جنگی بودن، ستایش بکنم، ولی من اگه خدمتی هم کردم خواهش میکنم از من حمد و ثنا نکنید، انقدر وظیفه به دوش من هست که هنوز از عهده انجامش بر نیامدم، به خاطر اون اگم شده من نمیخوام که دوچار در واقع این بشم که من وظیفه ما انجام دادم. در یه جایی تو همون عهدنامه مالک اشتر میگه ان زنت رعیتو بکه حیفن، مالک اشتر رو فرستاده بره مصر حکومت بکنه، میگه اگه ملت به تو انتقاد داشتن، میگه با صراحت با وضوح دلایلتو بگو، بدبینی و انتقاد مردمو با صراحت با شفاف سخن گفتن از خودت دور بکن. میگه میدونم درسته این کار خیلی مشکله، کسانی که بر قدرت تکیه کردن خودشونو موظف و مجبور ببینن که بیان توضیح بدن به ملت، ولی میگه اگه تو بنده خدا باشی، هدفت ساختن مردم باشه، شخصیت دادن به مردم باشه، تقدیم هم علی الحق، مردمو بالا آوردن، قیام دادن، رشد دادن باشه، این کارو حاضری بکنی. بعد یه جا دیگه میگه تو باید هر چند وقت یه جلسه عمومی بذاری، تمام کسانی که با خودت کار دارن، انتقاد به خودت دارن، میگه تو اون جلسه توق در هم جنده که ارتشی حق نداره وارد بشه، و احراسه که حراستی نباید باشه، و شورته که شورته پلیس نمیتونه باشه، اعوانه که امنیتی نمیتونه باشه. میگه یه جلسه باید بذاری خودت دم در بشینی، نه ارتشیه، نه شهربانیه، نه امنیتیه، نه حراستیه، نه پاسداره، میگه برای که مردم بتونن بدون لکنت زبان به تو انتقاد کنن، حتی تکلمه که متکلمه هم غیر متترته، تا بدون لکنت زبان به تو انتقاد. میگه من از پیامبر خدا شنیدم که هیچ جامعه ای رو نمیشه گفت جامعه پاک، نظام مقدس، مگر اینکه تو اون جامعه ضعیف بتونه سینه سپر بکنه، حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. خب مردم ایران وقتی میدیدن یه همچین الگوهایی، یه همچین عملکردی داره مطرح میشه، به کی برن؟ حالا بچسبن به همون عملکرد خسرو پرویزها، بازانها، اون کشتارها، اون تکبرهای طبقاتی، اون حرمسراها، به چی بچسبن؟ خب طبیعتا پیام میگیرن، این افتخار جامعه ماست، افتخار ایرانه که متعصب نبوده، دوگم نبوده، به یه چیزای متحجر و پوسیده‌ای نچسبیده بوده. وقتی در یک برابر یک پیام مترقی‌تری قرار گرفته گرایش پیدا کرده. حالا اگر بعدن سوء استفاده کردن، یه عده‌ای همون جنایت‌ها رو تکرار کردن به نام دین، به نام مذهب، دو مرتبه وضع عوض شد و به جای خودش هست، ولی در واقع این ویژگی انعطاف پذیری و آزاد فکری اجداد ماست که تونستن خودشون رو متناسب شرایط در واقع متحول بکنن. من حالا خیلی نمیخوام از اون نمونه هایی که دیدن ایرانی ها بگم، فقط یه اشاره میکنم توی همین اقدام مالکشتر حضرت علی هست، به مالک میگه تو میخوای بری مصر حکومت بکنی، راجب کسانی که میخوای وزیر حالا انتخاب بکنی، هیئت وزرا، کدوم وزیر انتخاب بکن، چه کسی بهترین وزرا نزد تو باشه؟ میگه ولیکن آثرهم عندک اقبلهم به مر الحق لک، نزدیکترین محبوبترین وزیران باید کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه،
نمیگه اون وزیری به تو نزدیکتر باشه که بیشتر باهات همکاری میکنه، چون چرا نداره مثلا دولت یه دست، این شعاری که بعد از انقلاب ما بود، دولت یه دست یعنی همه تسلیم مقام رهبری باشن، مقلد باشن. حضرت علی میگه وزیری باید محبوب تر باشه و نزدیک تر باشه که بیشتر از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه و اقله مساعدتن، کمترین مساعدت رو به تو میکنه در کارهایی که تو انجام میدی ولی رضایت خدا درش نیست. ببینید چقدر فرق داره. یعنی ایرانی ها یه مرتبه مواجه شدن با یک منطق دیگه، با یک اندیشه دیگه که ارزش ها رو نه در این سلسله مراتب طبقاتی، ثروت داشتن ها، قدرت های قاهره داشتن ها، بلکه در یک ارزش های معنوی، در یک سلسله مراتب اخلاقی دیگه قرار داده، طبیعتا عوض میشن، گرایش پیدا کردن، رفتن دنبال این الگوها، اهل بیت پیامبر، اون ارزش هایی که بود. نمیخوام بگم که در واقع اونا هم گل سر ملت کاشتن به اونا که آمدن، نه، اونا هم یواش یواش خیلی از این اعرابی که آمدن قدرت پیدا کردن تو ایران، به هر حال مظالمی، به هر حال بسیاری سختی ها و مشکلاتی در نقاط مختلف ایران بود، ولی این بشریه در واقع. نکته که خیلی جالبه تو همین کتاب های تاریخ از زبان مورخین میگن که ایران تا قرن چهارم، این نکته خیلی مهمیه، تا قرن چهارم هجری اکثریت بخشای ایران همچنان هنوز زرتشتی بودن. اون همون کریستیانسن میگه بیشتر مردم فارس زرتشتی بودن، میگه در هیچ شهری، در هیچ روستایی نبوده که آتشکده نباشه. یعنی در اوج قدرت اسلامی در قرن چهارم دیگه دوران شکوفایی قدرت اسلامیه. آخه این چه اتفاقی بوده که در موقعی که مسلمان ها بر همه جا دیگه سلطه پیدا کردن، هنوز ایرانی ها اجازه دارن زرتشتی باشن، آتشکده هاشون رو داشته باشن؟ میگه اکثر مردم فارس همچنان زرتشتی بودن. زمان انوشیروان دادگر به قول خودشون مزدکی و قتل عام شدن، دیدن وقتی مسلمان ها اومدن اینا میتونن آتشکده شون هم داشته باشن. در هر حال اون چه که هست مسئله این تحولی که به طور طبیعی در ایرانیا اتفاق افتاد. من در یکی از جلسات قبلا یک کتابی که یکی از هموطنان زرتشتی که در اینجا استاد دانشگاه نیویورک است خوندم براتون اشاره کردم، کتاب ستیز و سازش، که چطور ایرانیا با ستیز شروع کردن ولی وقتی در برابر پیام قرار گرفتن به یک سازشی رسیدن. در واقع خود ایران با منطق و اندیشه و با دل خودش پیام جدیدی رو که بهتر یافت بهش گرایش پیدا کرد. انشاءالله در یک موقعیت و فرصت دیگه ای تو این زمینه میتونیم بحث بیشتری کنیم.